48 ساعت زیر میز بودیم. تحقیق و تفحص در مورد اعدام‌های دهه 1360 در ایران در این دادگاه نمادین در لندن به کمک کسانی که یا خودشان در زندان‌ها بودند یا عزیزانشان را در این اعدام‌ها از دست دادند، به کمک بعضی از برجسته‌ترین وکلا، حقوقدانان و فعالان بین‌المللی دفاع از حقوق بشر. بچه‌ها رو 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا می‌بردن بیرون، من دخترها رو هم عین ما هیچ فرق نمی‌کنه می‌بردن به صف می‌کردن، می‌بردن بیرون، می‌بردن برای دادگاه، می‌گفتن اینجا هیئته، دادگاه عفوه، می‌بردن اونجا همون دم از در می‌رفتن تو، می‌گفتن قبول داری، می‌گفت آره یا نه، می‌گفت برو بیرون بشین. 10 دقیقه بعد همه رو می‌بردن دار می‌زدن. 20 تا 20 تا. محققان این دیوان تحقیق و داوری میگویند تا 20 هزار نفر در این سالها، خونین ترین دهه در بیش از 33 سال حکومت اسلامی در ایران، اعدام شدند. تنها حدود 5 هزار نفر در تابستان سال 1367 بعد از لشکرکشی مجاهدین خلق به ایران، بلافاصله بعد از پایان جنگ ایران و عراق، هنگامی که آیت الله خمینی از مسئولان قضایی و زندانها خواست با خشم و کینه انقلابی به قول او و بیرحمانه با دشمنان اسلام برخورد کنند. من مرسده قائدی هستم، از زندانیان سابق رژیم، رژیم جمهوری اسلامی. این صادق قائدی برادر من 30 بهمن سال 61 تیرباران شد در زندان نوین. منیر هاشمی زن جواد قائدی در 22 مرداد سال 62 در زندان نوین تیرباران شد، همراه جواد قائدی در یک روز. جواد و زهره و صادق مارکسیست و کمونیست بودند، با اتحاد مبارزان کمونیست کار میکردند. به نظر من جواد و صادق و تمام بچه ها به خاطر افکارشون اعدام کردن، افکاری که رژیم جمهوری اسلامی هیچ نوع افکاری رو قبول نداره. یکی از نتایج این تحقیقات انتشار اسامی حدود 16 هزار نفره که به گفته تحقیقگران اینجا بین سالهای 1360 و 1367 در ایران اعدام شدند. این یک دیوان تحقیق و داوری استثنایی است. قبلا برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، دادگاه مشابهی در سال 1960 برگزار کرد برای محاکمه رهبران آمریکا به اتهام کشتار عام در ویتنام. امروز این دیوان که برگزار کنندگان به آن نام دادگاه بین‌المللی ایران ترایبیونال گذاشتند، بعضی از مهمترین چهره و رهبران ایران را متهم به دست داشتن در این کشتار عام کرده است. واضحه که شرایط در دنیا به گونه ایه که به نظر میرسه ما به این نوع بررسی ها نیاز داریم، چون در برخی مواقع حتی اجازه ورود به کشورها رو هم نمیدن. خود من را در ایران در فهرست کسایی گذاشتم که ورودشون به این کشور ممنوعه. بنابراین باید هر چه که ممکن است انجام داد و از همه وسایل قانونی مثل این نوع دادگاه ها برای کنترل فعالیت های جنایتکارانه در سطح بین المللی استفاده کرد. امروز اینجا خیلی ها در این دادگاه عشق در چشمان در سکوت به شهود گوش کردند. این تصویر